در این برنامه نخست درباره بحث دادخواهی بابت کشته شدگان در ایران صحبت می‌کنیم در 4 دهه بعد از انقلاب ایران. در بخش دوم نگاهی به عدم اعلان نتایج انتخابات افغانستان. همونطور که گفتم در بخش اول نگاهی داریم به بحث دادخواهی. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و نماینده آیت الله خامنه‌ای در این شورا به دیدار خانواده برخی کشته شدگان در منطقه در غرب تهران رفته و گفته که 85% کشته شدگان آمار در شهرستان‌های تهران در بطن اعتراضات نبودند. او در منزل حسینی امام قلی که به گفته باشگاه خبرنگاران جوان کارگر ساختمانی بوده و با سلاح سرد کشته شده حاضر شده بود. اما بخش بزرگی از کشته شدگان که جمهوری اسلامی تاکنون شمار آنان را رسما هم اعلام نکرده با گلوله کشته شدند و برخی از خانواده هایشان که با بی بی سی صحبت کردند گفتند که قصد دارند از طریق نهادهای داخلی و همینطور نهادهای بین المللی دادخواهی کنند. از جمله اونها پویا بختیاری که صداش مادر پویا بختیاری که صداش رو میشنوید. یعنی ببینیم که جواب ما رو نخواهند داد، پاسخ این جنایتشون رو نخواهند داد، ولی به لحاظ سند و مدرک برای اینکه ارائه کنیم به شما و دیگر عزیزان و مردم ایران و کشورهای دیگه این کار رو خواهیم کرد و بعد از اون من به شما اطلاع خواهم داد که بعد از دادخواهی و شکایتی که ما به دستگاه قضایی ایران بکنیم چه اتفاقی میفته. اما از مجامع بین الملل خواستیم که این پرونده رو دنبال کنن و در مورد کشته شدن پسر من تحقیق کنن و قاتلش رو شناسایی کنن و به سزای عملش برسونن. ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری بود از کشته شدگان آبان 98 در کرج. امشب می‌خوایم راه‌های دادخواهی رو برای این نوع خانواده‌ها بررسی کنیم، به خصوص که این اتفاقات همزمان شده با اینکه دادگاهی در سوئد بازداشت فردی به نام حمید نوری را که بازماندگان میگن در کشتار 67 دست داشته تمدید کرد. در برنامه عبدالکریم لاهیجی رو داریم، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از پاریس، و اینجا در استودیو شادی صدر فعال حقوق بشر. پیش از شروع بحث باید اعلام بکنم که کاوه موسوی وکیلی که از دستاندرکاران شکایت علیه حمید نوری بودند هم قرار بود در این بحث شرکت داشته باشند که دقایقی قبل از برنامه علارغم اینکه بیشتر بهشون اعلام شده بود که مهمانان دیگر که هستند از بحث کنار کشیدند و گفتند که با این مهمانان در بحث شرکت نمی‌کنند. بذارید این سوال اول رو من از آقای لاهیجی بپرسم. آقای لاهیجی، شما سال هاست که دارید در حوزه حقوق بشر خارج از ایران کار میکنید. برای خانواده کسانی که در آبان ماه فرزندشون رو از دست دادند، آیا راهی برای دادخواهی در مجامع بین المللی هست؟ من فعالیت حقوق بشرم رو در ایران شروع کردم و دادخواهی هم در ایران میکردیم. بسیاری از محاکمات که البته در از سال 56 در دادگاه دادگستری بود و از شهریور 57 به بعد هم در دادگاه‌های نظامی من وکیل متهمان سیاسی بودم. بنابراین وقتی میگیم دادخواهی باید در محاکم ملی صورت بگیره. تنها استثنایی که هست، اول دادگاه جزایی بین‌المللی است که اساسنامه‌اش 21 سال پیش به معروف به اساسنامه روم به تصویب رسید و از سال 2002 آغاز به کار کرده، ولی دو اصل هست که باید مورد توجه قرار بگیره. نخست این که فقط این دادگاه درباره جنایات بین المللی یعنی نسل کشی، جنایات بر ضد بشریت و جنایات جنگی صلاحیت داره. دوم این که فقط درباره کشورهایی که اساسنامه روم رو پذیرفتن، تا اونجایی که یادم هست 124 کشور هست. سوم این که این دادگاه اطلاما سبق نمیشه. یعنی چی؟ یعنی این که جرائم بین‌المللی که از تاریخ گفتم 2002 به بعد صورت گرفته در صلاحیت این دادگاه هست و جز اون نه. و باز برای آگاهیتون عرض میکنم که وقتی من میگم 122 کشور، یکی از
تعارض‌های بزرگی که در حوزه سیاست هست این است که از 5 دولت عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل 3 دولت، یعنی دولت‌های چین، روسیه و آمریکا، عضو این دادگاه بین‌المللی نیستند. ولی باز یکی از عجایبی که در این اساسنامه هست این هستش که به درخواست شورای امنیت، شورای امنیتی گفتم 3 عضو دائمیش عضو این دادگاه نیستن، به درخواست شورای امنیت داستان دیوان کیفری بین‌المللی میتواند نسبت به جرائمی که در کشوری که اون کشور اساسنامه روم رو هم نپذیرفته رسیدگی بکنه. در گذشته در 2 مورد اتفاق افتاده، یکی درباره سودان که حکم جلب محمد البشیر هم صادر شد، یکی هم در مورد در جریان بهار عربی در مورد قذافی در لیبی که با در حال سقوط رژیم قذافی منتفی شد. جناب لاهیجی، بنابراین ما الان در 2 زاویه مختلف باید این رو بررسی بکنیم که آیا اون چه که در ایران اتفاق میفته در میان اون اتهاماتی هست که دادگاهی مثل دادگاه لاهیجی بتونه بهش رسیدگی بکنه، نسل کشی، جنایت بشریت و غیره، و دومی این که آیا شورای امنیت سازمان ملل با وجود چین و روسیه حاضر هست که کاری بکنه که ایران بخواد در این دادگاه مورد بررسی قرار بگیره؟ اینطوره؟ نه، ببینید، نخست باید خدمتتون عرض کردم برای اینکه جنایت جنگی، جنایت ضد بشریت و نسل‌کشی در اساسنامه روم تعریف شده. باید مثلا حالا در مورد کشتار 67 از زمانی که این اساسنامه تصویب شد، از همون موقع من گفتم و نوشتم و بارها گفتم جنایت، جنایت بر ضد بشریت، هیچ تردیدی درش نیست با توجه به ابعاد اون جنایت. ولی کشتارهایی که در سطح کوچکتری صورت گرفته طی 10 سال گذشته، در جریان اعتراضات بعد از انتخابات 2 سال پیش باز در اعتراضات مردم و کشتار اخیر که حالا رقم 200 300 400 شاید بیشتر مردم به گوله بستن کشتن، آیا این کشتارها مشمول عناوین یعنی جنایت بر ضد بشریت میشه؟ خب اینجا بحثه و باید دید میشه یا نمیشه. ولی اون چیزی که باید توجه داشت این هستش که مراجع بین المللی هم هستند برای این که در حال اعتراض بکنن نسبت به این کشتارها و از جمهوری اسلامی بخواهند که دست از این سیاست برداره، مثل شورای حقوق بشر و نهادهای وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل. بله، من بیشتر میخوام امشب بحثمون رو روی بحث دادخواهی متمرکز نگه بداریم، نه اینکه به هر حال کشورها میتونن اعتراضاتی به ایران بکنن و ایران هم ممکن ترتیب اثر بده یا نده، اون یه بحث دیگری است. شما به عنوان وکیلی که روی این پرونده ها کار میکنید، مستندات جمع میکنید، اینکه خانواده ای میگه من از داخل شکایت، در داخل شکایت میکنم ولی هیچ امیدی ندارم، اما در نهادهای بین المللی هم پیگیری میکنم، آیا خوشبینی است که بتونه در نهادهای بین المللی با اون توصیفاتی که آقای لاهیجی کردن پیگیری بکنه، یا واقعا راههایی وجود داره؟ ببینید، قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم یه مقدمه کوتاهی رو باید عرض کنم. در اصولا همونطور که آقای لاهیجی هم فرمودن، در حقوق بین الملل و اساسا در موازین حقوقی اصل بر اینه که جایی که جنایت و جرم اتفاق میفته، متهمین اون جنایت و جرم در همون دادگاه های اون کشور باید متهم بشن و محاکمه بشن. بنابراین اصل بر صلاحیت دادگاه های داخلی. از اون طرف ما در حقوق بین الملل اصل صلاحیت، اصل حاکمیت رو داریم، یعنی اینکه دولت‌ها در چهارچوب مرزهای خودشون اختیاراتی دارن و باید حاکمیت اعمال کنن. ولی اون یه قوه قضاییه مستقل میطلبه که مثلا ما در پرونده‌های مختلف مثلا مریم اکبری منفرد و پرونده‌های دیگه که خانم اکبری منفرد در مورد برادرش ظاهراً شکایت کرده بود و زندانی شد، بنابراین به نظر نمیاد که بشه امیدی بست به اینکه این جور پرونده‌ها رو بشه در داخل ایران به اون شکل
فرض. دقیقاً من داشتم همین رو میگفتم. در واقع ما از حدود یک قرن پیش به این طرف شاهد تلاش مدام خانواده‌ها جان به در بردگان از جنایت‌های مختلف در جاهای مختلف جهان و همینطور وکلا و حقوقدانان هستیم برای اینکه هر چه میتونن محدوده اصل حاکمیت یا اصل چهار دیواری اختیاری رو کم کنن و به دولت‌ها اجازه ندن که در داخل مرزهاشون هر کاری که دلشون میخواد علیه شهروندانشون انجام بدن و ناقضین و عاملین و عاملش مسئولیت مطلق داشته باشن. بنابراین تمامی این مکانیزم هایی که ما امروز داریم راجبش صحبت میکنیم همه مکانیزم های خیلی جدیدی هستن و حاصل سالها تلاش و مقاومت هستن برای اینکه دولت ها رو محدود و محدودتر بکنن، برای اینکه جمهوری اسلامی تنها دولت ناقض حقوق بشر نیست، به طور عام دولت ها بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستن و بنابراین قربانیان نقض حقوق بشر وقتی در داخل اون کشورها صداشون رو نمیتونن به کسی برسونن قاعدتاً چشمشون به نهادهای بین‌المللی. در وضعیت خاص ایران ما مثل بسیاری از کشورهای دیگه جمهوری اسلامی خیلی آگاهانه از امضای معاهدات و قراردادهای بین‌المللی که صلاحیت میده به نهادهای مثل دیوان بین‌المللی کیفری دادگستری در لایحه خودداری کرده و اونها رو تصویب نکرده و بنابراین با عدم پذیرش این صلاحیت نهادهای بین‌المللی به راحتی نمیشه گفت که قربانیان نقض حقوق بشر در فهرست جرائم بین‌المللی همونطور که گفته شد جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی یا نسل‌کشی میتونن اساساً شکایت‌های خودشون رو در دیوان بین‌المللی کیفری مطرح کنن. اما این به این معنا نیست که همه راه‌ها بسته است و هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. اگه برگردیم به بحث شکایت در داخل و شما به مورد مریم اکبری منفرد اشاره کردید، من فکر می‌کنم که مریم اکبری منفرد که در مورد اعدام برادر و خواهرش که از قربانیان کشتار 67 هستن ابتدا به دادگستری ایران شکایت کرد، در همون نامش هم نوشته بودش که من هیچ امیدی ندارم، توهمی ندارم که به این رسیدگی شه، اما میخوام که همین امروز میبینیم این صدا رو دوباره مادر پویا میشن و اتفاقا خیلی قشنگ مادر پویا دلایلش رو برای شکایت در نظام دادگستری ایران بدون اینکه دچار توهمی باشه میگه من میخوام سند و مدرک جمع کنم برای اینکه در روند یک شکایت اگه خانواده بتونه اون فشارهای امنیتی رو تحمل بکنه و شکایت کنه حقیقت روشن میشه و میگه میخوام صدامو برسونم. بنابراین با از رهگذر این شکایت میتونه مورد پویا، قتل پویا رو همواره در صدر اخبار قرار بگیره و نگذاره که اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد اتفاق بیفته و این فراموش بشه و همینطور بعدها اگر راهی در نهادهای بین‌المللی باشه برای شکایت میتونه ثابت کنه که همه مکانیزم‌های داخلی رو طی کرده و به بنبست خورده و حالاست که دنبال ملجأ و پناهی در عرصه بین‌المللی میگرده. من میخوام صدای یک مادر دیگر رو پخش بکنم، مادر سعید زینالی، اکرم نقابی. او میگه که او معلوم هست که تمام راه‌های داخلی رو بررسی کرده، یعنی رفته و نهادهای مختلف مراجعه کرده، حتی به او گفتن که پسری نداشتی، مجبور شده در واقع مدارک زایمانش رو ببره اونجا و به اونها ثابت بکنه که من این فرزند رو به دنیا آوردم. بشنویم چه میگه. بارها شده از ما پول گرفتن که هیچ کدوم به گردن نگرفتن، گفتن شما باید مدرک بیاری. من تا به امروز هیچ جواب نشنیدم. یک بار دوباره دادستان برگشت گفت اصلا سعید نام وجود نداره. من دوباره شکایت کردم، مدارک سعید بردم دادم، تمام مدارک به دنیا آمدنش رو بردم دادم، گفتن نه ما اینجور نگفتیم، گفتیم دستگیر نشده. بعد دیگه پیگیر دادگاه بین‌المللی شکایت کردم، همچنان ادامه داره. بارها خودم بازداشت شدم، بچه های دیگه هم بازداشت شدن. من تا به امروز جواب قطعی نگرفتم. فقط تنها چیزی که به من گفتن شما بیاین قبر بدیم. قبر ما سال 84 قبول نکردیم. گفتم قبر باید باز شه. دوباره رفتن، دوباره به قول فشارشون رو زیاد کردن، همسرمو بردن. تا به امروز جواب نگرفتم. به من گفتن یه گردباد اومد گوشه زندگی شما رو هم گرفت، ما بیاید بگیم شهیده، بیا از یک شهدا رو قبول کن. من نکردم. یه مادر دلسوخته هم که نه جنازه دارم، نمیدونم کجا باید برم. فقط از مادر خانواده ها میخوام که پیگیر جدی باشن، کجا بازداشت شدن، کجا نگهداری میشن، این من نباشن که گول اینا رو بخورن. فقط سازمان های بین الملل دست به دامن اینا میشین، چون داخل ما جواب نمیگیریم. از سال 82 من با مادران خاوران دهه 60، با مادران 88 همراه بودیم، هم به قول همدلیم تا به امروز. الان هم از این مادرها میخوام که از این خانواده ها، درسته حاشیه تهران هم انقدر چیز ندارن و
ولی خواهشم اینه که همدل باشن، بیان همراه ما باشن. ما مادرها دست به دست هم بدیم، عرش خدا رو باید بلرزونیم، چون جوانای ما رو ازمون گرفتن. من چی میخوام از دست بدم؟ سعید منو گرفتن، زندگیمو گرفتن، من دیگه عمرم تموم شده. تا روزی که زنده ام دادخواه بچه‌ام، دادخواه سعید ها هستم. ولی بیان با ما باشن، همدل باشیم که دوباره سعید های دیگه گمنام نشه، ناپدید نشه. خب یادمون هست که سعید زینعلی کسی هست که در سال 78 حدود 20 سال پیش ناپدید شد. مادرش 20 ساله که داره دنبال او میگرده. آقای لاهیجی، برای مادر آقای زینعلی چه پیشنهادی دارید؟ او میگه من به نهادهای بین المللی شکایت میبرم. چه راهی پیش پای او میگذارید؟ نظیر فجایعی که در ایران صورت گرفته در خیلی از کشورهای دنیا صورت گرفته و مبارزه خانم زینعلی هزار و هزار و هزار مبارزه مشابه که در بسیار از کشورهای دنیا ده ها ساله، شاید پیش از استقرار جمهوری اسلامی هم آغاز شده، با این که تغییر رژیم هم صورت گرفته مثل کشورهای آمریکای لاتین، آرژانتین، شیلی، هنوز ادامه داره. برای اینکه روندی است بسیار طولانی. ولی اینجا باید شما اشاره هم کردید به سوئد. باید بگویم که ظرف این دو دهه اخیر یک تحولاتی هم در حوزه حقوق جزایی بین المللی و حقوق بین المللی حقوق بشر صورت گرفته. در 1984 عهدنامه بین المللی ضد شکنجه به تصویب رسید که از 3 سال بعد، یعنی از 1987 دیگه این عهدنامه لازم اجرا شد. در این عهدنامه شکنجه رو یک جرم بین المللی تلقی کردند و گفتند که شکنجه‌گر اگر در یکی از کشورهای عضو پیدا بشه، اگر شهروند اون کشور هم نباشه، اگر مقیم اون کشور هم نباشه، می شود او در اون کشور محاکمه کرد. یادآوری میکنم موضوع پینوشه رو، بین یعنی پینوشه برای سفر اومده بود به در درست 21 سال پیش به انگلیس و دولت اسپانیا درخواست کرد، دولت انگلیس که پینوشه چون پرونده های شکنجه داشت در اسپانیا برای کسانی که شهروند هم شیلی بودند و هم اسپانیا، یعنی تابعیت مضاعف داشتند، و بنابراین از این دولت انگلیس خواستش که پینوشه رو مسترد بکنه به اسپانیا. قاضی انگلیسی هم با این موضوع موافقت کرد، فقط عذرش این بود که پینوشه در حال به علت طولت سن و بیماری وضعیت جسمانیش اجازه نمیده که به اسپانیا مسترد بشه. همون سال هم اساسنامه روم به تصویب رسید و از اون به بعد یک اصل وجود اومده به نام اصل صلاحیت جهانی و کشورهایی که در حال چه اساسنامه روم رو امضا کردن یا حداقل کنوانسیون ضد شکنجه رو امضا کردن، این اصل وارد قوانین ملی خودشون کردن طی این دو دهه گذشته. و بر همین اساس است که الان شخصی که میگویند در حال در زندان اوین، موقع زندان گوهردش، موقع کشتار 67 بوده، حالا یادیار بوده، اونجا کار میکرده، البته با اسم مستعار، و بر این اساس اومدن پرونده ای رو باز کردن در دادگستری سوئد. منظور من از این همه مقدمه این بود که اگر این جنایتکاران، حالا چه به عنوان شکنجه‌گر، چه به عنوان کسایی که در کشتار دست داشتن، به کشورهای اروپایی، به کشورهایی که در حال گفتم الان 124-5 کشور کنوانسیون مربوط به اساسنامه روم رو امضا کردن، به اونجا بیان، به مجردی که وارد خاک اون کشور بشن، میشن در دادگستری اون کشور درخواست بازداشت و محاکمه این کار کرد. بنابراین در هر کیسی شما نیاز دارید به یک متهمی که وجود داشته باشه و بشه اون رو پیگیری بکنید. ولی مثلا در همین کیس خانم زینعلی چطور میشه پیگیری که خانم صدر، اگر که ایشون میگه من نمیدونم مثلا کسایی که بردن بچه‌مو کی بودن و 20 سال بعد هیچ کس پاسخگو نیست؟
بله، قبل از اینکه به اون بپرسم یه نکته میخواستم در ادامه صحبت‌های آقای لاهیجی در مورد پرونده حمید نوری توی سوئد اضافه کنم و اون اینه که قوانین کشورهایی که حتی اصل صلاحیت قضایی جهانی رو پذیرفتن به خاطر پذیرش اساسنامه روم خیلی با هم متفاوته. در همین سوئد تا قبل از سال 2014 قوانین اجازه نمیدادن حتی اگه کسی مثل این مظنون اونجا در خاک سوئد یافت میشد محاکمه بشه. در همین بریتانیا که ما اینجا هستیم تلاش‌های زیادی شده چه در مورد مظنونان ایرانی که به کشور بریتانیا رفت و آمد دارن و چه در مورد دیگران و متاسفانه حتی بر اساس آمار وزارت کشور این سوئد بیشتر از این کشور بیشتر از 700 مظنون به ارتکاب جرائم بین المللی همین الان در بریتانیا زندگی میکنن از کشورهای مختلف. بله، برای همین میخواستم اینو تاکید کنم که بسیار قوانین کشورهای مختلف متنوعن، پیچیده هستن، اما در این حال این کار ما وکلا و حقوقدانان هست که بتونیم راه حل های پیدا کنیم برای اینکه به حق قربانیان جواب بدیم. و در مورد سوئد هم مهمترین چیز این هستش که تمامی کسانی که از این مظنون شکایتی دارن به عنوان خانواده یا شاهد او بودن باید بیان و در این پرونده قضایی شرکت کنن. خوشبختانه دستگاه قضایی سوئد امکانات وکیل مجانی و رایگان میده و بنابراین جای نگرانی از اون بابت نیست تا بشه که این پرونده مهم به درستی جلو بره و موفقیت پیدا کنه. اما در مورد خانم زینالی و پسرشون آقای سعید زینالی و همینطور پرونده‌های مشابهی که پرونده های ناپدید شدگی قهری رو میتونیم تنها یعنی یکی از دم دستترین مکانیزم ها که من فکر میکنم ایشون هم اونجا گفتن من به مجامع بین المللی شکایت کردم، فکر میکنم مربوط میشه به در واقع شکایت ایشون به گروه کاری ناپدید شدگان قهری سازمان ملل. پرونده آقای زینالی در این گروه کاری بازه. گروه کاری چندین بار تا به حال مکاتبه کرده با جمهوری اسلامی، در مورد سرنوشت ایشون پرسیده و جمهوری اسلامی تا حالا جواب نداده. جمهوری اسلامی تا به حال بیشتر از 600 پرونده ناپدید شدگی قهری رو دریافت کرده. سوالات این کمیته رو راجبش بیشتر از 600 نفر از جمله برخی از قربانیان کشتار 67 در تمام این موارد و خیلی موارد اندکی بوده که جواب داده. یکی از مواردی که ما در جریانش هستیم پرونده بوده که از سوی خانم راحله راحمی پور باز شده که مربوط می‌شده به برادرزادشون نوزاد گلرو راحمی پور و همینطور برادرشون آقای حسینی راحمی پور که در دهه 60 در زندان اوین اعدام شدن. جمهوری اسلامی در این یک مورد خاص به طور دقیق جواب داده که گلرو در کدام بیمارستان و به چه بیماری فوت شده و همینطور آقای راحمی پور چگونه اعدام شده. با این همه باز هم گروه کاری جواب جمهوری اسلامی رو قانع کننده تشخیص نداده و گفته تا زمانی که شما محل دفن و همینطور به طور مشخص بگین که چه کسانی عاملش بودن، عامل این ناپدید شده قهری، این پرونده باز خواهد ماند. برای بسیار از خانواده‌ها تو تجربه من که با خانواده‌های ناپدید شدگان قهری کار کردم این مهمه که جواب بشنوم. این سوال هر روز زندگیشونه، ولی مهمم هست که اسمهای این بچه‌ها، این فرزندانشون و سرگذشتاشون در یک جایی در توسط یک مرجع بین‌المللی ثبت بشه برای یک آینده‌ای که ممکنه یک رسیدگی درست و منصفانه به اینها انجام بشه و مسئولان این وقایع و فجایع پیدا بشن. آقای لاهیجی، بحث دیگر این هستش که به هر حال ممکن است سران جمهوری اسلامی خیلی به طور مشخص مورد اتهام باشند. خیلی ها اونها رو مسئول عملکرد جمهوری اسلامی میدونن و به تبع از اونها شکایت دارند. اما کسان دیگری هم هستند که موردی پیدا میشه که به طور مشخص میان و حرف میزنن و دفاع میکنن از کشتار یا میگن که دستورشو دادن. مثلا خانم لیلا رزاقی که فرماندار منطقه قلعه حسن خان بودن، فیلمی از ایشون منتشر شد. در مورد چنین افرادی چه میشه کرد؟ مراجعه بکنید که ما صحبت دادخواهی میکنیم. گروه های کاری هستند. از گروه کاری مربوط به ناپدید شدگان قهری، گروه کاری درباره در حال بازداشت های خودسرانه هستند که تنها گروه کاریست که اظهار نظر میکنه. با توجه به اینکه الان بیش از 10,000 تن در ایران در ارتباط با وقایع اخیر دستگیر شدن، مثلا خانواده ها میتونن به این گروه کاری شکایت بکنن. مرکزش هم در ژنو، از طریق ما میتونن در حال بفهمن که از چه طریقی باید اقدام بکنن و این شکایت اونها رو گروه کار به جمهوری اسلامی ابلاغ میکنه و جمهوری اسلامی جواب اگر داد و جواب قانع کننده نبود یا ظرف 3 ماه اگر جواب ندهد، بعد گروه کاری میگوید که این بازداشت از مصادیق بازداشت خودسرانه هست یا نیست. خب این یکی. در مورد ناپدید شدگان قهری هم چیزی نیست، برای اینکه ایران
چرا این کارو میکنه در مورد بازداشت‌های خودسرانه؟ برای اینکه ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی رو پذیرفته و در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده. در صورتی که جمهوری اسلامی کنوانسیون مربوط به ناپذیرشدگان قهری رو نپذیرفته. بنابراین درسته این گروه کاری بر در حال شکایت رو به خانواده به جمهوری اسلامی جواب میده، جمهوری اسلامی میفرسته، جمهوری اسلامی جواب میده یا نمیده، این مکاتبه ادامه داره، ممکن سالها هم ادامه داشته باشه. شاید برای تشفی خاطر بعضی از خانواده ها یک همچین مکاتباتی، نمیدونم، من به عنوان یک وکیل با سابقه دادگستری فکر میکنم اون چیزی که باعث تشفی خاطر خانواده ها میشه نتیجه بخش بودن یک اقدامه. لااقل در مورد بازداشت های خودسرانه که من اشاره کردم، لااقل یک مرجع بین المللی میگه که بله این جوان، این مرد، این خانومی که الان دستگیر شده بازداشتش از مصادیق بازداشت خودسرانه است و جمهوری اسلامی مسئول بازداشت خودسرانه است. از این نظر من مثلا این مورد رو توصیه کردم. در مورد خانم فرماندار که گفتید، ببینید از این جنایتکاران در ایران کم نیستن. شما راجع به این خانم گفتید در ارتباط با کشتار 67 صحبت‌های آقای پور محمدی یادتون باشه، صحبت‌های آقای رازینی یادتون باشه، آقای نیری از اون نوار معروفی که از منزل آقای منتظری منتشر شد. اما اینها عالی‌ترین مقام‌های قوه قضاییه رو طی 30 سال گذشته داشتن. بنابراین صرف اینکه اینها اقرار به جنایتشون میکنن، متاسفانه جامعه بین‌المللی 30 ساله که داره، 40 ساله که داره در قطعنامه هر ساله، هفته آینده مطمئنم که قطعنامه جدیدی از مجمع عمومی سازمان ملل صادر خواهد شد، نقض فاحش و مستمر حقوق بشر رو محکوم میکنه. در سطح نقض فاحش و مستمر حقوق بشر اعدام ها هستش، شکنجه هستش و بازداشت خودسرانه. ولی آقای لایجی، با توجه به اون راهی که گفتید در بسیاری از کشورها الان به خاطر در واقع مثلا همین اتفاقی که در سوئد افتاد، آیا یک همچین پرونده هایی نمیشه باز کرد برای این جور افراد در کشورهای مثلا اروپایی؟ ببینید، شرط اصلی این رسیدگی، بله، در یک مثلا اولین کشوری که به این اصل صلاحیت جهانی پیوست بلژیک بود. همون موقع عقد مقارن بود با نخستین جنگ غزه، همون موقع فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر و چند سازمان دیگه ما شکایت کردیم علی اریل شارون، یا در ارتباط با اشغال عراق و حمله به عراق ما رامسفلد رفته بود به آلمان، ما شکایت کردیم علی آقای رامسفلد. بنابراین نخستین شرط این هستش که متهم در قلمروی اون کشور پیدا، اون دولت پیدا بشه. بنابراین تا زمانی که مثل مورد همین شخص را اسمش یا نوریز یا هرچی است، وقتی که این وارد خاک سوئد شده و از قبل مثلا ما فهمیدیم که آقای سعید مرتضوی جزء هیئت موضوع مربوط به 7 سال 10 سال پیشه، جزء هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی رفته بود کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل. همون روز من یک نامه نوشتم به دادستان ژنو و تقاضای بازداشت اونی کردم. خب با توجه به اینکه گذرنامه دیپلماتیک داشت، تونست که از سوئیس فرار بکنه. برای این کاری که خانواده ها، یعنی به خصوص قربانیان نقض حقوق بشر در کشورهای خارج باید بکنند و میتونن بکنند، و مورد اخیر نوری باید این امید رو بهشون بده، اینی که در شناسایی جنایتکارانی باشن که ممکن از ایران خارج بشن و به یکی از کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا برن. بله. است که در مورد جنایتکاران جنگ جهانی دوم هم هنوز با توجه به اینکه 7 سال گذشته هنوز در بسیاری از کشورها ادامه داره. خانم صدر، اشاره جالبی کردم با توجه به اینکه خب بعید هست که دانه درشت ها رو شما به راحتی بتونید یعنی خیلی هاشون اصلا به خارج از کشور سفر نمی‌کنن، بخاطر اینکه همین حالا هم در لیست های تحریمی یا لیست های مختلف حضور دارند. اما کسان دیگری هم هستن در پرونده های این چنینی که مثلا الان حکم ها منتشر میشه، شما اسم دادیار میبینید، اسم قاضی میبینید، و آیا شما یک مثلا بانک اطلاعاتی دارید که این افراد رو جمع آوری بکنید؟
بله، اشاره خوبی کردین. ما در عدالت بر ایران از ابتدای تاسیسمون پرونده های حقوقی ناقضان حقوق بشر جمع آوری کردیم. یک چیزی نزدیک به 500 پرونده حقوقی داریم که حدود بیشتر از 100 تاش منتشر شده تا الان و همینطور منتشر میشه. همین الان در مورد وقایع آبان ماه در حال جمع آوری و شناسایی نهادها و همینطور اشخاصی که در نقض حقوق بشر دست داشتن هستیم و به زودی خواهیم خواست از نهادهای بین المللی، از اتحادیه اروپا و جاهای دیگه که افراد در لیست تحریم ها قرار بدن. اما اون چیزی که خیلی خیلی مهمه اینه که مسائل حقوقی چرا در لیست تحریم ها، در حالی که شاید یک با توجه به اونچه که داره میگذره شاید یک راهی که بیشتر جواب میداد این بود که اینها بدون اینکه مطلع باشن از ایران خارج بشن و بعد همون اتفاقی که برای آقای نوری افتاد بیفته. چرا میخواهید اونها رو در لیست تحریم؟ قطعاً همونطوری که گفتین بیشتر کسایی که ما در این سالها با پرونده هاشون سر کله داشتیم خیلی کم ممکنه که از ایران خارج بشن، یا خیلی کم ممکنه با پاسپورت بدون پاسپورت دیپلماتیک از ایران خارج شدن. موردی که من به طور مشخص یادم میاد علیرضا آوایی وزیر دادگستری فعلی که متهم هست به دست داشتن در کشتار 67 به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ دستور. این فرد 2 سال پیش در ژنو در شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور پیدا کرد، پرواز کرد از ایران و رفت شورا، ولی به این دلیل که مسئولیت دیپلماتیک داشت متاسفانه قابل پیگرد حقوقی در سوئیس نبود. اجازه بدید من یک سوال دیگر هم از آقای لاهیجی بپرسم در مورد بحث بلوکه کردن اموال ایران. میدونیم که پرونده های مطرح هست به خصوص در آمریکا و اغلبشون هم چون ایران هیچ وقت دفاعی نمیکنه به نفع کسانی که شکایت کردند رأی صادر میشه که اموال ایران بلوکه بشه. آیا شما چنین چیزی رو توصیه میکنید برای دادخواهی در این زمینه؟ دادخواهی غیر از این هستش که آیا حکمی که از دادگاه صادر میشه قابل اجرا هست یا نه. من هر وقت رو به صحبت در حال دادخواهی رو میکنم و میگویم که در دادخواهی در گذار، یعنی در دوران گذار به چه صورت هست و مسئله در حال دادگستری و دادخواهی در دوران گذار رو مطرح میکنم. خب چند مرحله هست، اول دانستن حقیقت، بعد اجرای عدالت، بعد مطالبه غرامت. تا میگم مطالبه غرامت، همین چند روز پیش باز این اتفاق افتاد در یک کنفرانسی که من بودم. خیلی از خانواده های قربانیان که در سالن هستن میگن نه ما خون شهیدمون رو یا فرزندمون رو یا همسرمون رو با پول معاوضه نمی کنیم. بنابراین این دیگه اون قربانی نقض حقوق بشر است که باید تصمیم بگیره. حالا بعد یا اموالشون از دستشون از دست دادن، بعضیا خانواده‌شون از دستشون دادن، ولی تصمیمی است که شخص قربانی باید بگیره. وقتی به دادگاه رفت، همونجوری گفتید، در بسیاری از مواقع جمهوری اسلامی یا پاسخ نمیده یا در حال اگر هم پاسخ نمیگیره به خاطر اینکه اصل مسئولیت اموال کمیسیون ایرانه، یعنی دولت‌ها، البته اون مقوله قبلی که میگفتن سفارت قسمتی از خاک اون کشوره، نه الان در کنوانسیون وین به این صورت نیست، ولی مسئولیت دارن. بنابراین اون چیزی که مربوط به در حال نمایندگی اون کشور هست در یه دولت خارجی، اون نمیشه توقف کرد. ولی اگر اموال دیگه ای داشته باشن که ظاهرا در آمریکا جاهایی من شنیدم هست، حالا نمیدونم، حالا مؤسسه فرهنگی یا ممکنه کاری که در دوران احمد نژاد شد مقدار زیادی پول برده بودن اونجا سپرده گذاشته بودن، اونها رو خب در اجرای اون حکم دادگستری و اجرای احکام دادگاه میتونه توقیف بکنه. خب مثلا یه بحث دیگه هم بحث دیه هست که الان پیشنهاد میشه به بعضی از کشته‌شده خانواده کشته‌شدگان که اغلب هم شنیدیم همون چیزی که آقای لایجی گفتن رد میکنند. فکر میکنید اگر که پرداخت دیه در واقع پیشنهاد میشه، آیا این رو نمیشه به معنای این گرفت که جمهوری اسلامی تایید کرده که مسئول این قتله و باید دیه بپردازه؟ آیا پیشنهاد شما چیه در این زمینه؟ پیشنهاد پرداخت دیه در واقع به نظر من هیچ برای لاپوشانی جنایت‌هایی که اتفاق افتاده، به دلیل اینکه همونطوری که گفته شد ما اینجا در مواجهه با یک جنایت اول از همه خانواده‌ها باید بدونن حقیقت چی بوده، دوم اینکه عاملان و عاملانش باید پاسخگو و مجازات بشن، و بعد سوم بحث جبران مافات یا پرداخت غرامت مطرح میشه. بدون طی اون مراحل اساساً امکان پذیر نیست. من فقط یه نکته رو می‌خواستم اضافه کنم. ما
همیشه تو اینجور بحثا به دلیل اینکه بحثای حقوقی بسیار پیچیدن و مورد به مورد باید عمل کرد. برای هر موردی ممکنه راهکارهای حقوقی مشخص یا شبه حقوقی حتی وجود داشته باشه یا نداشته باشه. میخوام بگم که خانواده ها و به خصوص کسایی که قربانی جنایت های بین المللی و جرایم بین المللی هستن ناامید نشن. مهمترین چیز اینه که شاهدان عینی و این وقایع و خانواده ها بتونن مستند کنن اون چیزی رو که بهشون رفته و در مشورت با سازمان های حقوق بشری و وکلا بهترین و مناسب ترین راهکارها رو برای دادخواهی پیدا کنن. متشکرم خانم صدر و آقای لاهیجی، ممنون که در این بحث شرکت کردید. بفرمایید آقای لاهیجی. ببینید این اقدام جمهوری اسلامی برخلاف همین قانون مجازات اسلامی است، برای اینکه قربانی است که باید بگه قصاص میخواد یا دیه میخواد، نه اینکه رهبر جمهوری اسلامی دستور بده که مردم دیه بپردازه. و این نشانه وقاحت واقعا مقامات جمهوری اسلامی است که از طرف خانواده قربانی برای اونها تصمیم میگیرن و به جای مجازات کسانی که به روی مردم آتش گشودن میگن بیاد دیه بگیرید. بله این دیه رو باید رد کنن، چون گفتم برخلاف قانون خود جمهوری اسلامی، قانون خلاف حقوق بشر جمهوری اسلامی به نام قانون قصاص. متشکرم آقای لاهیجی. خانم صدر ممنونم. اما بخش دوم، یوسف رشید رئیس نهاد فیفا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از نهادهای ناظر انتخاباتی در این کشور امروز پنجشنبه 21 قوس یا آذر در یک نشست خبری گفته که این نهاد برای حل همه جانبه بنبست که پیش آمده پیشنهاد میکند که آرای اعتبار داده شده و نشده همزمان تفتیش ویژه بشوند. بسیاری از ستادهای انتخاباتی نیز اعلام کردند که این نتایج را در شرایط کنونی نخواهند پذیرفت. مدت هاست که اعلان نتایج ادامه پیدا کرده. دو مهمان داریم. ملک ستیز با ماست، پژوهشگر امور بین الملل و کارشناس مسائل افغانستان از استانبول، و ولی آریا تحلیلگر مسائل افغانستان از آکسفورد. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای آریا، به نظر شما چه میشه که هر بار وقتی که پای شمارش آرا در انتخابات افغانستان میرسه به چنین پیچشی میرسیم و برمیخوریم؟ متاسفانه چون نهادهای انتخاباتی افغانستان و فرهنگ دموکراتیک در این کشور هنوز اون مرحله بلوغی که نسبی که باید برسه و قابل مقایسه باشه در با کشورهای منطقه نرسیده، و از طرف دیگر موضوع انتخابات همیشه در افغانستان در رقابت بوده با چالش‌های خیلی دیگری که وجود داره، من جمله مشکل ناامنی که بزرگترین مظهر افغانستان است، و خود فساد به اندازه گسترده است که بود سیاسی فساد طبیعتاً نهادهای انتخاباتی را هم در بر گرفته. و فعلا فراموش نکنیم که موضوع دیگری هم که در رقابت با جنجال انتخاباتی قرار گرفته مسئله مذاکره و مصالحه با طالبان است. بنابراین فکر نمی کنید، بذارید از آقای ستیز هم نظرشون رو در این باره بپرسم. آقای ستیز، کمتر از 2 میلیون رای داده شده، بارها رفته اومده، الان بیشتر از 2 ماهه و الان دوباره میگن که دوباره بفرستیم، دوباره بازشماری کلی هست، همه ی آرا بشه. به نظر شما آیا این نشون دهنده واقعا الان مشکل آراست، یا مشکل بیشتر از اون یک فضای سیاسی هست که هیچ کی رو قبول نداره و فکر میکنن همه همدیگر متهم میکنن به اینکه در حال فساد و انحراف آرا هستن؟ ولی خب گزینه دوم پاسخ شماست. ببینید چرا اینا میخوان حساب بکنن؟ ارقامی که کمیسیون انتخابات بر افغانستان داده در حدود 200 هزار نفر اینا استخدام کردن برای اینکه انتخابات راه اندازی بکنن. شما تصور بکنید اگر این 200 هزار نفر هر کدام 3 آرا را یا حداقل 5 آرا را حساب بکنه، مشکل حل میشه. مشکل در حساب نیست. ببینید در آغاز مشکل مشروعیت بود و هیچ کسی این را جدی نگرفت و کسی به حقوق دانان هم گوش فرا ندهد. من همیشه و سایر همکاران من در عرصه حقوق همیشه مطرح کردن که خب این انتخابات مشکل عمده‌ای که داره نبود مشروعیت است. وقتی از نبود مشروعیت هر حکومتی برون شود دچار مشکل خواهد بود. مشکل دیگر این انتخابات در افغانستان نبود یک برنامه دقیق که مردم بتوانند بر بنیاد اون برنامه دیدگاه های خود را در واقع در یک میزان مقایسوی قرار بدهند و کسانی را رای بتن و تعهد بتن برش نبود، و این مشکل دومی بود. و مشکل سوم نبود یک چهره کاریزماتیک و جذابی که بتوانه مردم را به خود جلب بکنه
اینها هم سبب شدن که مردم نسبت به انتخابات سخت به اعتماد شوند و روند انتخابات در افغانستان با پرابلم های گسترده مواجه شد و ما امروز میبینیم که در این جنجال های انتخابات نهادهای بین المللی هم به نحو خود را دخیل میدانند، چرا سرنوشت انتخابات بر سرنوشت حضور اونها در افغانستان هم رابطه بسیار تنگاتنگ دارند. یعنی میفهمید آقای ستیز که دخالت دارند نهادهای بین المللی؟ خب دخالت هم دارن از یک سمت و از سوی دیگر. خب حالا تصور میشه روشن‌تر بگین کدوم نهادها منظورتون هست؟ مثلا ایالات متحده امریکا به عنوان مهمترین دونر حمایتی یا دولت حمایت کننده افغانستان خیلی پیرامون وضعیت افغانستان به تشویش است. یعنی آنها به این باور هستند که اگر خب حکومت از این انتخابات بیرون نیاید که نتوانه مشروعیت داخلی را کسب بکنه، پس چطور میتونه مشروعیت بین المللی و مناسبات خود را با بزرگترین پارتنر استراتژیک خود ایالات متحده امریکاست تمثیل بکنه؟ بله، این یکی از مشکلات بسیار مهم است. سوی دیگر اتحادیه اروپا هم به شدت به تشویش است و به نحوی هم مداخله میکنه در روند انتخابات و هم خیلی زینف است که آینده انتخابات افغانستان روشن شود. آیا ولی آیا با این موافق هستید با این نظر آقای ستیز؟ در ارتباط با مداخله نهادهای بین‌المللی در امر انتخابات افغانستان من زیاد بدبین نیستم. مداخلهشان تا در واقع نقشی که داشتن تا کنه نقش مثبتی بوده تا اندازه زیادی، به خصوص در انتخابات فعلی خیلی احتیاط میکنن نهادهای غربی به خصوص نهادهای اروپایی. با توجه به مداخلاتی که در دوره گذشته بود، مثلا حتی در نقش آقای کری در تشکیل حکومت وحدت ملی، فعلا خیلی احتیاط میکنن و سعی میکنن که مداخله مستقیمی نداشته باشن. خب دقیقا سوال همینجاست. آیا فکر نمیکنید که یک خلایی وجود داره در اونچه که در واقع نقشی که سابق بر این آمریکا ایفا میکرد در مسائل داخلی افغانستان و به نظر میاد که الان چنین دخالتی رو نمیبینیم یا دست کم به نظر میاد که آمریکا به نوعی خودش را از این میانجیگری تا الان کنار نگه داشته، فکر میکنید چرا؟ ببینید این خلا احساس میشه. خب ما اگر به پروسه انتخابات نگاه بکنیم، مرحله بعدی این است که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی وارد عمل بشه در خود این مسئله که ایجاد شده که فردا هم ظاهرا اعلان کردن که وارد عمل خواهند شد. ولی اگر اونا هم نتونن این مشکل پیچیده فعلی رو حل بکنن، طبیعتاً اولویت فعلی قانع ساختن و متقاعد ساختن تیم‌های رقیب است، به خصوص تیم ثبات و همگرایی که به رهبری آقای عبدالله است و پیشتاز است با تیم آقای غنی در واقع. و باید به هر صورتی که شده به نوعی مکانیزمی ایجاد بشه تا یک هیئت حقیقت‌یاب که بتونه به نوعی آربیتریشن یا حکمیت داوری بکنه به موضوع 300 هزار رای غیر بایومتریک که به طور کامل و شفاف بررسی بکنه، چون این هیئت باید تشکیل بشه. این هیئت میتونه به هر حال متشکل از سازمان‌های داخلی و خارجی ناظر بر انتخابات باشه، مثل همین سازمان که ما در ابتدا ازش ذکر کردیم، سازمان فیفا. من شخصا بعید میدانم که اگر چون این هیئت تشکیل بشه نتیجه تحقیق آن رو تیم‌های رقیب نپذیرن به خاطر اعتبار و حیثیت که برها خواهند بذارن. فراموش نکنیم که این انتخابات یک از پایین‌ترین میزان مشارکت مردم را داشته که مشروعیت و مقبولیت آن را تا که قبلا هم ذکر شد تا حدود زیاد زیر سوال برده، هرچند که از نظر قانونی مشکلی نداره به هر حال که چون این مشارکت پایینی بوده. بله. بنابراین برنده انتخابات از هر تیمی که باشه نباید بر اساس برنده همه چیز رو میبرد یا winner takes all عمل بکنه. خیلی معقول خب ظاهرا به نظر میاد که این راه حل‌های جامع الطرفین، یعنی جوری که هم نسیخ بسوزه نه کباب، همه راضی باشن، شیوه‌ای هست که تا به حال در افغانستان اجرا شده. اصلا یک پست جدید برای آقای عبدالله در دور قبلی ایجاد کردن برای اینکه این دعواها خاتمه پیدا کنه. ولی آقای ستیز، 300 هزار رای از حدود 2 میلیون رای میزان قابل توجهی هست که الان دوچار مسئله است و فکر میکنن که باید این در واقع تکلیفش روشن بشه. فکر میکنید که اگر که تکلیف این به این سادگی روشن نشه، یعنی طرفین نپذیرند، آرا شمرده بشه، بازشماری بشه، مثل اتفاقی که به هر حال دفعه قبل هم افتاد، ماها طول کشید، چه در انتظار افغانستان است؟ میدونید که وضعیت امنیتی افغانستان متاسفانه ظرف 5-6 سال گذشته رو به قهقرا بوده، وضعیت بدتر شده.
هیچ گزینه به جز مداخله جامعه بین المللی مرحله این قضیه وجود نداره. ببینید افغانستان به شدت از نبود نهادهای مستقل به ویژه نهادهای حرفه‌ای و تخصصی راه اندازی انتخابات شفاف، عمومیت بخشیدن آن و ارزش های حقوق شهروندی رنج میبره و این سبب میشه که در واقع جامعه بین المللی در این زمینه مداخله بکنه و نقش مثل که من پیشتر گفتم چون جامعه بین المللی هم مشروعیت خود را در مشروعیت یک نظام که برگرفته از انتخابات باشه میبینن، این مداخله به گونه اجتناب ناپذیر میشه و من تا جایی که اطلاع دارم من به نزدیکی ها از کابل آمدم، اونجا شما میبینین که نهادهای بین المللی و دولتهای جهان سفارتخانه هایشون به شدت فعال هستن، همراه سیاسیون افغانستان ملاقات میکنن، همراه کمیسیون های انتخاباتی ملاقات میکنن، مرکز بین المللی هماهنگی سازمان ملل متحد به نام یوناما در افغانستان فعال است، اینها همه به شکل داینامیک و فعال در این زمینه کار میکنن تا یک گزینه خلق شوکی گزینه بتوانه مورد تایید جامعه بین المللی و جامعه ملی افغانستان باشه. ولی یافتن این گزینه یک درک بسیار ناخوشایند را به بار آورده که عبارت از حکومت وحدت ملی است که یک کانسپت و یا همین مفهوم حکومت وحدت ملی در 5 سال گذشته خیلی ناکام بود و تجارب خوبی را ارائه نکرده. از این سبب بسیار دشوار است که بتوانند یک گزینه مشابه مثل حکومت وحدت ملی را پیشکش کنند. دقیقا این اختلافی که به هر حال ظرف این سالها وجود داشته و همواره هم باعث مشکلاتی بوده هست، مسئله طالبان هم هست آقای ولی، مسئله گفتگو با اونها و اتفاقاتی که ظرف ماهای گذشته افتاده، آیا شما فکر میکنید که هیچ تفاوتی داره که کدوم یکی از این گروه ها برنده بشن در اون چی که در مذاکرات با طالبان میبینیم؟ آیا فکر میکنید که اون چه که نتایج این انتخابات هست بر آینده صلح در افغانستان تاثیر خواهد داشت؟ در ضمن بله، اسم فامیل من آریاس در ضمن بله ببینید مهم است که خیلی به بافت قومی و بود قومی منازع فعلی افغانستان توجه بشه. فراموش نکنید طوری که قبلا هم ذکر کردم این انتخابات همزمان با پروسه مذاکره و طالبانه، مستلزمانه که در حکومت آینده تا جایی که ممکنه طیف وسیع‌تری از نیروهای سیاسی و گروه‌های قومی شامل بشن تا هم پروسه مصالحه با طالبان مشروعیت بیشتر داشته باشه و هم تضمین بیشتر برای احترام گذاشتن به چنین مصالحه در آینده وجود داشته باشه. ببینید مشکل قومی یک از مهمترین ابعاد این قضیه است. انکار کردنش این در واقع پاک کردن صورت مسئله است و هیچ مشکل را حل نمیکنه. ما همیشه شاهد این بودیم که بخش از الیت سیاسی افغانستان میگن که مشکل افغانستان مشکل قومی نیست، همه مشکل از خارج تعمیم چون نیست. ببینید فعلا برداشت کلی از ترکیب قومی تیم ها اینه که تیم آقای غنی عمدتا متشکل از الیت سیاسی پشتون است و تیم آقای عبدالله از عمدتا از غیر پشتون ها. خب چون طالبان در گذشته عمدتا با غیر پشتون ها منازعه داشتن، هرچند که مردم عادی پشتون به هر حال یکی از بزرگترین گروه‌های قربانی جریان طالبان بودن، معقول‌تر اینه که الیت سیاسی غیر پشتون بخش مهمی از محور پروسه مذاکره با طالبان را تشکیل بدن تا اینکه این هم تا حدودی در واقع تضمین کننده پروسه صلح در آینده باشه. در غیر این صورت خب تصور این خواهد بود که فعلا مذاکره، فرض کنید که اگر آقای غنی در رأس حکومت قرار داشته باشه و تنها خودش و اعضای تیمش طرف مذاکره با طالبان باشن، برداشت بیرونی این خواهد بود که خب این مذاکره است بین بخش از الیت سیاسی پشتون با بخش دیگر از پشتون ها، خب اقوام دیگر در واقع کنار گذاشته میشه. آقای ستیز، نظر شما چیه نسبت به صحبت آقای آریا؟ خب تا حدود من موافق هستم، اما وقتی شما بحث مذاکره رو مطرح میکنین، اینجا دولت به عنوان ممثل اراده حاکمیت سیاسی و یا قدرت و اقتدار سیاسی مورد بحث است. طالبان همین معنا را در واقع قبول ندارند. آنها این دولت را با این شیوه و ساختار که همین اکنون جریان داره و حتی برآمده از انتخابات را به عنوان عنصر
مهم در مذاکرات خود قبول ندارند. آنها به این باور هستند که این دولت و این روند روند نیست که بتوانه اراده همه مردم افغانستان را تمثیل بکنه. از اون سبب به این باور هستند که مذاکره کنندگان این روند نمیتوانند ممثل باشند بر آوردن صلح و او آوردن صلح مشروع. البته دیدگاه طالبان است. از سوی دیگر مردم افغانستان به این باور هستند که خب صلح یک پدیده بسیار ارزشمند و غیر قابل به اصطلاح معامله است و هر صورتی که میشه باید دولت افغانستان این نقش را در آوردن صلح بازی بکنه. به این منظور است که مشروعیت عنصر اساسی را برای رسیدن به یک دولت تعیین میکنه که ما این مشروعیت با تأسف در دولت فعلی نه از لحاظ اکثریت و مقبولیت اجتماعی داریم و هم مشکلات ناشی از قوانین در این زمینه وجود داره. ببینین قانون هم در مورد شکلگیری یک دولت معنای خود را پیدا میکنه و او معنایی است که اکثریت اراده مردم بتوانند دولت را شکل بدن که او دولت بتوانه اراده مردم را در مذاکرات خود هم با نهادهای ملی و بین المللی تمثیل بکنه. از این سبب این حالت پارادوکسال و یا متناقض سبب شده که مردم اعتمادشان را نسبت به روند مذاکرات صلح و روند دولت سازی در افغانستان به شدت از دست بده. آیا آریا، به نظر میاد که به هر حال اگر که تغییراتی هم بخواد صورت بگیره تغییرات چندان عمده ای نخواهد بود با توجه به نتایج انتخابات، اون در واقع تصویری که ما داریم از گروه های پیشرو. فکر میکنید با این حساب آینده صلح و مذاکرات صلح به کدوم سمت میره؟ آیا فکر میکنید که واقعا حالا هر کدوم از این گروه ها که برنده بشه میتونه با طالبان وارد مذاکره بشه، یا باز هم طالبان میگه من اینها رو قبول ندارم، اینها دولت واقعی نیستن؟ ببینید طالبان به هر حال در مقطعی از این پروسه وادار خواهم شد که مذاکره بکنن با جانب افغانی. شکلش هنوز طبیعتا معلوم نیست و همه چیز در حالی از ابهامه و ما حتی مطمئن نیستیم که واقعا طالبان از آن ایدئولوژی سنتی که دارن که مبتنی بر کوبیدن طبل یکتازی و انحصار قدرت هست آیا پایین آمدن یا خیر، و هنوز ثابت نشده واقعا. و طوری که ایالات متحده که فعلا طرف اصلی مذاکره با طالبان هستم گفته که در 4 مورد باید به نتیجه برسن با طالبان، اگر در 1 مورد هم نرسن در این در واقع در 3 مورد دیگر هم نخواهند رسید که عبارت از قطع رابطه طالبان با گیرانهای توریستی و آتش بس و جدول زمانی و همچنین مذاکرات بین الافغانی. خب این مذاکرات بین الافغانی امریکایی ها وضاحت دادن که هدفشون دخیل ساختن و سیم ساختن دولت افغانستان است. بنابراین به احتمال خیلی زیاد به نحوی از آنها دولت دخیل خواهد شد در این پروسه، ولی خب این در واقع تضمین شده نیست. ما جنجال انتخاباتی رو هنوز پشت سر نگذاشتیم، هنوز موضوع تشکیل حکومت موقت توسط خیلی از جریان‌های سیاسی مطرحش، حتی توسط بخشی از جامعه بین المللی و ایالات متحده طوری که به نظر میرسه حاضر است به خاطر اینکه اولویت بده به پروسه مصالحه با طالبان از بعضی مسائل دیگر من جمله انتخابات تا حدودی بگذره. بنان اینا سوالی است که در واقع همه چیز در حالی از ابهام قرار داده و هنوز نمیشه با اطمینان صحبت کرد. ولی آلیا ملک ستیز، ممنونم از هر دوی شما آقایون برای شرکت در این بحث و ممنونم از شما که همراه صفحه 2 آخر هفته بودید. برنامه رو روی سایت یوتیوب و همینطور وبسایت ما میتونید مجددا ببینید. میتونید صدای برنامه رو در تلگرام یا اپلیکیشن پادکست بشنوید. شب و روزتون خوش.